سلام و وقتتان بخیر. به مجموعه خبری ساعت 10 آریانا و آریان نیوز خوش آمدید. سرخط خبرها. تأکید رئیس جمهور بر ادامه آتش بس با طالبان. طول لپاره مفتی علما و د منګړی توپ منلو ته آماده یو او غواړو چې د سولې مالکیت لملت. چگونگی برگزاری اید در مناطق تحت اداره طالبان. داشت احال تاس پخپل مینه چه داشت خواب رو سیو کنیم در چم نگی پاتی چه بگت هم خوالی و در نو بیاد خیلی اونش خیلیشی لیل و کمک. و نگرانی سازمان ملل از بدتر شدن وضعیت در بندر حدیده در یمن. نورالله بکرخیل هستم با مشروع خبرهای این ساعت. رئیس جمهور غنی از عملی شدن آتش بس میان دولت و گروه طالبان از شب گذشته تا کنون خبر می‌دهد. آقای غنی پس از ادای نماز عید بر دوام آتش بس با این گروه تاکید ورزیده و میگوید که حکومت برای صلح گام‌های همه‌جانبه برمی‌دارد. رئیس جمهور غنی همچنان آمادگی دولت را برای پذیرفتن میانجیگری آلمان دین از بهر آغاز گفتگوهای صلح با گروه طالبان خبر می‌دهد. باعث حیات با جزئیات بیشتر. بانی نخستین آتش بس در بیش از یک دهه پسین میان دو طرف اصلی جنگ افغانستان است. از خاموش شدن آتش نبرد و آرامش برای چند روز محدود هم که می شود خوشحال است و از اید فال نیک می بردارد. اینجا پس از نمازید از اراده دولت برای دوام آتش بس با گروه طالبان سخن می زند. لدولست بجه دشپونه تر ننه پوره اوربند په سر تا سر د افغانستان کې له دوړ خوانه عملی سوای دا لومړی اوربند په اوسنی تاریخ کې زده افغانستان ولسته تبیک او مبارکی وای. بیشتر از آرزوی صلح با گروه طالبان میگوید. رئیس جمهور غنی از این گروه میخواهد که به پیشنهاد آلمان دین برای پیوستن به روند صلح اعلام آمادگی کنند و دولت هم حاضر به برداشتن هر گونه گامی در این راه. د بین الافغانی سول لپاره مقد علما و د منځګړی توپ منلو ته آماده یو او غواړو چې د سول مالکیت لملت سره وي. در گرمای انتخابات پیشرو هیچ نسخه ای را برای مشروعیت نظام بدیل انتخابات نمی بیند. می گوید نسخه های گذشته کام مردم را تلخ ساختند. قانون اساسی وثیقه ملی ماست، انتخابات شورای ملی و شوراهای ولسوالی و انتخابات ریاست جمهوری بر طبق فرمایش قانون اساسی انجام خواهد شد. در پی اعلام آتش بس از سوی حکومت و گروه طالبان، دو طرف تصویر عملی توقف موقت جنگ را به راه کشیدند، اما تا صلح پایدار ظاهرا زمان زیادی باقی است. در بیش از 1.5 دهه پسین پیوسته ازرگ در روزهای فراخوان صلح به گروه طالبان داده شده، اما تفاوت عید امسالی است که هر دو طرف اصلی جنگ افغانستان در آتش بس به سر میبرند. آتش بسی که احتمال تمدیدش هم وجود دارد و همچنان حکومت خوشبین به این است که این آتش بس با آغاز گفتگوهای رسمی صلح با گروه طالبان بیانجامد. باعث حیات آریانا نیوز کاخ ریاست جمهوری. مردمانی که در زیر حاکمیت طالبان زندگی میکنند تشنگان صلح و برقراری امنیتند. حتی طالبان از این جنگ فرسایشی خسته شدند. احمد فرشاد صالح و صمیم سیرت در نخستین روز آتش بس طالبان به بخشهایی از حاکمیت آنان سر زدند. تکانهای کمره گواه زخمهای عمیقی از جنگهای سنگین در دل جاده هاست. بزرگراه کرروز استقبال از مرگ می کرد، ساعتی است صلح را به تجربه گرفته. کافی است از جاده قیریز شده منحرف شوی، با حاکمیت طالبان زیر پرچم سفید رنگ می رسی. هرچند آتش بس سیر و زنده که توانسته است آرامش کوتاه مدت مرمغان بیاورد، اما هنوز حکایت های جنگ و برادرکشی در دلشان همچنان آزاردهنده است.
دست کور نشته شده بود کور که یوسف میبیشید شده دست کور بودو داره که نشته شده بود کور که شهید نمیشوه یو دو دره زن بیر کل یو نپرت پاکر بود جد کم کورو نرنگ باغونه رشتیلی ز در خدایم شد چه نوری وصله درسه دلائی باغونه رشتیلی هستی چطی؟ به هر روستایی که براه بیفتی نشانی از جنگ به چشم میخورد. نیروهای دولتی که از راه زمین به پیروزی نرسیدن از هوا همواره بمباردمان کردند. با حکایت‌های دردناک برمیخوری. کسی را در نمیابی که یکی از بستگانش را از دست نداده باشد. روایل وزاوله په تور شپه کې دلته موږ وایو سلویټ کولو ویدربه ولو شان مرسکې یو ورل داسې حال تاسو په خپل وینې چې داسې د خاورو سه یو کړی دار چې موږ دی پاتې چې بیګاتم خورلی و دار نو بیا د خیر دی ودس خای دی شي لاله کومه کې وکړو سه موږ غلګ نه پرده وشو په سول حق خو دومره امیدوار یو موږ په دوه کسان نه یو چې د غسول د اتمند طالب په لاس کې وي طالب دی وي موږ غواړو چې د اسلام او د قرآن او د ایمان خیر امی پکې چې هر څوک وي چې موږ د اسلام او د ایمان کې خیر وي سول موږ غواړو بالکل غواړو طالبان برخورد گرمی دارند. از بحر یک مانور نظامی سفاره کردند. متحدند که در سه روز عید کس صدایی از گلوله‌شان را نشنود. این جنگ هزینه‌بر و سنگین طالبان را نیز خسته ساخته است. بلکه خپل اختر په ډیره خوشحالی سره لمانځي. تاسو هم دغه صحنه په خپل ولیدلې او په دغه سیمه کې ان شاء الله هیڅ نوو مشکلات نشته. پس از 18 سالی نخستین بار است که گروه طالبان دست از ماشه تفنگ برداشتند و برای 3 روز همکه شده آتش بس در برابر حکومت افغانستان اعلان کردند. شهروندان کشور هم امیدوار هستند که این آتش بس 3 روزه روزنه برای آمدن صلح و ثبات در سراسر کشور شود. احمد فرشاد صالح، آریانا نیوز، ولسوالی سیدآباد، ولایت میدان وردک. برای نخستین بار جنگجویان طالب و نظامیان افغان با هم در یک صف نماز عید را ادا کردند و همدیگر را با آغوش کشیدند. مردم از این تجربه خرسندند و از هر دو جناح میخواهند تا آتش بس را تمدید کرده صلح را در کشور تامین نمایند. رحمت الله زیارمل و محمود نعیمی خبرنگاران آریانا نیوز به مناطق تحت حاکمیت طالبان در ننگرهار رفته و این گزارش را تهیه کردند. طرف های درگیر جنگ که سالهاست قیمت جنگ فرسایشی و تحمیلی را می پردازند در پرتو آتش بس همدیگر را با آغوش می کشند. اما این آتش بس که به مناسبت عید سعید فطر اعلام شده است تنها برای 3 روز دوام خواهد کرد. مردم از این اقدام طرف های درگیر جنگ در افغانستان خوشحالند و خواستار تمدید این روند می باشند. زمانگا سوال او وزر داده چې دا اوربند درې ورځې دی دا باید درې میاشتې شي زمونږ به دا ولس نورم روحیه والی او د امارت نه به مننه وکړي او د امارت ملاتړ به وکړي ډېر موږ خوشحاله یو په دې باندې چې طالبانو او د حکومت خلکو یو ځای د بټي کوټ ولسوالۍ د سحر د اختر لمونځ ادا کړو په دغه اوربند کې موږ ډېر خوشحاله یو. پس از ادای نماز تحت امامت ولسوال نامنهاد طالبان از مؤسسات دولتی و غیر دولتی خواسته شد که پروژه های انکشافی را در مناطق تحت تسلط طالبان عملی کنند. از سخنان ولسوال نامنهاد طالبان هویدا بود که دیگر آنان نیز از جنگ فرسایشی روان در کشور خسته شدند. در حالاتی که خدا تغییر په خپل نه راضی کنه و ما او تا به ودریگو په دې حالاتو کې به تغیر انشاءالله ما او تا چې دی راولو هیڅ څوک به نه پرېږدو چې هغه دلته شر او فسر درته جوړ کړي. اینجا مقامات طالبان انتقاد تند از حکومت داشتند اما بزرگان قوم به طرفداری حکومت بر گروه طالبان انتقاد کردند. یک بزرگ قومی در سخنرانی در این مسجد گفت که در بیشتر مناطق با استفاده از نام طالبان افراد ملکی کشته می شوند. یو ګور چې عسکر شهید کیږي بلکې طالب شهید کیږي بلکې خدا شهید کیږي خو ټول ولس دی کنه د دې ورځې نه وروسته په سال خبرې نه کوو په چل یې نه کوو دا ملک زموږ دی. موضوع آتش بس که برای نخستین بار از سوی حکومت و طالبان اعلام شده
بر سر زبانهای افراد هر دو طرف است. من د خپل امیر اطاعت نه نوځو. دا درې ورځې اوربند چې اوربند نه ختم شوی ان شاء الله موږ به خپل امیر اطاعت کړو. او موږ مسره که د حکومت والی مخشم ان شاء الله موږ من چې داس نه کړی موږ خپل امیر اطاعت کړو. نیروهای امنیتی افغان نیز موقف مشابه دارند و میگویند که به دستور رئیس جمهور پابندند و تا پنجم عید هیچ سرحمله تهاجمی بر طالبان نخواهند داشت. امر سوی ده که په تا باندې غرض ولره خو ته به مور باندې غرض لرې او کنه که په دغه ساحه کې وګرځي را وګرځي خپل اختر وکړي نو موږ ورسره هیڅ کوم کار نه لرو. هغه هم د موږ ورور دی د وطن سړی ده. مناطقی که پیش از این سنگر جنگ میان طالبان و نیروهای امنیتی بوده، روز نخست عید شاهد باب آغوش کشیدن نیروهای امنیتی و طالبان مسلح بود و این موضوع هر دو طرف را امیدوار ساخته تا روزهای عید را با خوشی سپری کنند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور خواهان به درازا کشیدن آتش بس میان حکومت و طالبان مسلح است. وی خطاب به طالبان افزوده است که تنها راه خروج نیروهای خارجی از افغانستان گفتگوهای صلح بر رهبری افغانها است. از سوی هم عبدالرب رسول سیاف جنگ جاری در کشور را حرام دانسته و تاکید بر آغاز گفتگوهای صلح کرده است. بعد از آن که حکومت و گروه طالبان آتش بس موقتی را اعلام کردند، چهره های مطرح کشور خواهان به درازا کشیدن این آتش بس هستند. خدا جمهور آرام که و دستوری خواندن که خدا جمهور که حتی که در روزنه آتش بس هم دی دا دائمی آتش بس سی او دا افغانستان خلق کراون و رنزونه ختم سی. کرزی همچنان از طالبان خواست تا به گفتگوهای صلح حاضر شوند و راه را برای خروج نیروهای خارجی مهیا سازند. امیدوار هستیم که طالبان، تحریک اسلامی طالبان، این را درک کنند که از راه جنگ نمیتوان به نتیجه رسید. اگر نامه خواهند که قوت های خارجی از افغانستان بیرون شوند و از راه فیصله ملت افغانستان درست شده میتوانند. از راه اتحاد و اتفاق ملت افغانستان شده میتوانند. نه از راه جنگ که نتیجه نداده تا بالا. از سوی هم عبدالرب رسول سیاف جنگ جاری در کشور را حرام دانسته و از طرف های درگیر خواسته تا دست از جنگ و خونریزی افغان ها بردارند. بازم صدای معمیز سر تمام مخالفین مسلح، سر تمام کسایی که فعلا این ملت را به خاک و خون شاندن، به خاطر خدا این جنگ ناروا را بس کنند. و ای بار دیگر حملات انتحاری را به هر گونه ای که انجام می شود حرام می داند. از ابتدا حرمت از این عملیات را که اگر انتحاری بود، اگر انفجار بود، اگر من گذاشتن بود، اگر هجوم بود سر مسجد، ترور بود، را گرفتن بود، تمام از این چیزها را حرمتش مکررن اعلان کردیم، مکررن اعلان کردیم. سیاف همچنان از مردم خواست تا در انتخابات پیشرو شرکت کنند. یک صدا سر مردم داریم، یک صدا سر حکومت داریم. صدای ما سر مردم هم است که رایتان نفروشه. ای حیثیت عزتتان داره، حیثیت آبرویتان داره، حیثیت داشتیتان داره، اعتمادتان، باورتان است. باور خود کس نمیفروشه در کس. صدای مسیر دولت همیست که در اختیار و اراده مردم دست نزنند. با اعلام آتش بس میان حکومت و طالبان، نیروهای امنیتی و جنگجویان طالبان می توانند به مناطق تحت اداره یکدیگر بروند و عید را در کنار خانواده و بستگانشان سپری کنند. والی بغلان میگوید آنان به موارد آتش بس متحدند و طالبان نیز اجازه ندهند که افراد استفاده جو از نام این گروه در ساحات ناام دست به فعالیت های ضد حکومتی بزنند. باشندگان بغلان طالبان مسلح را به زندگی صلح‌آمیز در کنار خود فرا میخواند. محمد زاکر نوری با جزئیات بیشتر. والی بغلان میگوید اداره ملکی و نظامی بغلان به موارد آتش بس با طالبان مسلح پابند بوده و تمام تراس‌های زمینی و هوایی نظامیان افغان در این ولایت تا پنجم عید و هدایت بعدی رئیس جمهور متوقف شده است. این تمام فرامین است. ما
کسایی هستند که اطاعت خاص داریم از دولت مرکزی خود. انشالله و آتشبس از طرف نیروهای امنیتی ما به تمام معنا بدون کم و کاست، بدون کدام تخطی انشالله عملی میشه. هیچ نوع تعرضی چه هوایی چه زمینی از طرف ما انشالله صورت نخواهد گرفتن. باشندگان بغلان آرامش و امنیت کشور را یگانه آرزو در سر دارند و طالبان مسلح را به زندگی صلح‌آمیز در کنار هم فرا می‌خوانند. نه ازبک، نه اوغان، نه ترک، نه تاجیک، مسلمان همه برادر یک مسلمان است. میتونه با هم دیگر هم دوستی و هم جوار باشه. ما یک خدمتگاری ملت هستیم، با میتونه با مردم خدمت کنیم. همیشه با مردم باید حبی و احسان داشته باشیم. ما از هر دوی طرف تقاضا را داریم که صلح کنند، یک زندگی خوبتر کنیم ما در افغانستان. در همین حال ریاست ارشاد، حج و اوقاف بغلان همگانی ساختن این خواسته های بر حق مردم را بخش از مسئولیت های این اداره عالمان دین و امامان مساجد گفته اند. از طرف اداره ریاست ارشاد حج و اوقاف برای زنا موارد های پیشکش میشه در جلسه شان، بعد از تصویب فیصله زنا در اخیر رهبری ریاست از زنا متقاضی است که در روز جمعه در بین خطبایشان، در صحبت هایشان در رابطه به خیر و فلاح مردم و اتفاق و اجماع امت مسلمه. عالمان دینی سال را سبب رفاه و رستگاری همه در کشور می دانند. خبرهای اقتصادی پس از یک میان برنامه کوتاه دنبال می کنید. تقدیمتان می شود، ما را همراهی کنید.